درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا قصد دارد یک شنبه ی هفته ی آینده برای نخستین بار بعد از سرک کاخ سفید به ایراد سخنرانی عمومی بپردازد به نقل از یک منبع آگاه از برنامه های ترامپ او در تاریخ 28 فوریه طی اظهاراتی در یکی از همایش های مهم حزب جمهوریخواه آمریکا موسوم به کنفرانس اقدام سیاسی محافظ کار دوباره به انظار عموم برگردد این منبع که نامش فاش نشد توضیح داد او درباره آینده حزب جمهوری خواه و جنبش محافظه کار صحبت خواهد کرد همچنین منتظر به چالش کشیده شدن سیاست های فاجعه بار رئیس جمهور جو بایدن توسط او باشید بر این اساس دو جمهوری مشهور از دولت ترامپ یعنی مایک پنس معاون وی و نیکی هیلی نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در لیست سخنرانان این هوایش نیستند یک منبع دیگر گفت که ترامپ درخواست هیلی برای ملاقات با او را بعد از مطلب انتقادی وی در نشریه پلیتیکو رد کرده است ترامپ هفته قبل بعد از تبرئه شدن در دادگاه استضاح مجلس و سنا با وعده ظهور با دیدگاهی روشن برای آینده آمریکا طی بیانیه مبنی بر بازگشت خود بر سیاست گفت کارهای زیادی پیش رو دارد در رأیگیری سنای آمریکا برای استضاح ترامپ در ماجرای حمله به کنگره این کشور در روز تایید آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری 57 سناتور به استیزای او رأی مثبت دادند و 43 سناتور با این کار مخالفت کردند و به دلیل نرسیدن آرای استیزا به حد نصاب 67 رأی ترامپ تبرئه شد. محمد باقر غالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی یک شنبه سوم اسفند ماه در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اصلاح بودجه در دولت و بررسی آن در کمیسیون تلفیق گفت آنچه امروز پیش روی ماست بودجه مطلوب مجلس نیست ولی با توجه به ظرفیت های اجرایی و در تعامل با دولت حد در اکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است. او پیشتر و پس از پذیرفته نشدن لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس که به اعتقاد نمایندگان با افزایش 23 درصدی وابستگی به نفت و نزول 200 درصدی تراز عملیاتی و کسری حداقل 300 هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور را در سال پیش رو دچار آشوب می کرد گفته بود همه مردم آگاه هستند که نمایندگان و اقتصاددانان حاضر در کمیسیون تلفیق و نخبگان تلاش کردند تا لایحه بودجه اصلاح شود. لایحه بودجه ارائه شده دولت دارای مشکلاتی امض برآورد غیرواقعی کسری بودجه و وابستگی به نفت بود که در کمیسیون تلفیق تلاش شد در آن اصلاح صورت گیرد. دولت در مواجهه با اصلاح ساختار بودجه به نفع معیشت مردم که کمیسیون تلفیق انجام داد تعامل مناسبی نداشت و امروز نیز در این نشست شاهد آن بودیم حالا رئیس مجلس پس از یک مجادله چند ماهه با دولت درباره بودجه مدعی شده که مجلس در مسیر تعامل است او با بیان اینکه دولت یک قدم برداشته و ما هم چند قدم برداشتیم اضافه کرد بودجه کل, کل کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت هاست و بخش قابل توجهی از اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است غالیباف با تاکید بر وارد بودن انتقادهای قبلی مجلس به بودجه سال پیش رو گفت لایحه بودجه سال 1400 طبق عادت دیرینی دولت ها و حتی بیشتر از اشکالات ساختاری مرسوم دارای اشکالات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار میداد کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی در لایحه بودجه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم را به مردم نشان داد رئیس مجلس به اینکه چرا بودجه اصلاح شده کمیسیون تلفیق مجلس که اتفاقا مورد اعتراض دولت هم بود و گفته میشد ربطی به آن چه مد نظر دولت است ندارد در صحنه علنی رد شده است اشاره این نکرد آن هم در روزی که گفته شد محمد باقر نوبخت به نمایندگی از دولت به صحن علنی مجلس آمده بود تا به وضعیت اصلاح بودجه اعتراض کند و آن را حاصل کار دولت نداند محمد باقر غالیباف تنها به طرح این موضوع قناعت کرد که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا اصلاحات بودجه به عهده دولت گذاشته شود و مسئولان اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات لازم را در لایحه اصلاحی اعمال کنند اما این موضوعی نیست که نمایندگان معترض به بودجه و کمیسیون تلفیق در روزهای گذشته مدعی شدند آنان گفته بودند سیاستهای رئیس دولت تدبیر و امید کسری بودجه را در نهایت به 400 هزار میلیارد تومان خواهد رساند و این موضوعی است که مجلس با آن مخالف است حالا ظاهرا مناقشه آخرین بودجه ارائه شده دولت به مجلس شورای اسلامی فیصله پیدا کرده و به همین دلیل هم رئیس مجلس امروز در نطخ خود چنین تاکید کرده است در نتیجه رایزنی های صورت گرفته خوشبختانه دولت نیز بخشی از این اصلاحات مورد نظر را اعمال کرد دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و مجلس نیز چندین گام برداشت و از بخشی از راهکارها و اصلاحات مد نظر خود چشم پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم نشود سال گذشته پس از آنکه مجلس لایحه بودجه را رد کرد علی خامنی رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه با حکم حکومتی لایحه دولت را تصویب و آن را به قانون تبدیل کرد این روزها فعالان سیاسی به شدت سرگرم رایزنی و رقابت درون و برون حزبی برای انتخاب کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستند حداد عادل از جامعه روحانیت مبارز گلمند است که آنها میخواهند محور باشند و اتریانفر با مطرح کردن ظریف نقش پدرسالارانی حزب کارگزاران سازندگی را نفی گفتاری می کند. آن یکی دیگر هم سفرهای رئیسی را به استانها انتخاباتی میخواند و دهقان و غالیباف در رقابت برای جلب نظر سپاهند زرقامی و بزباش هم که خودشان خودشان را مطرح میکنند همه اینها به گونه ای ادبیاتشان را تنظیم میکنند که منتقد وضع موجود و خواهان آزادیهای های بیشتر و عوام پسند به نظر آیند این رفتار بدین خاطر است که این فعالان سیاسی گمان میکنند با همان فرمولهایی که خاتمی احمدی نژاد و سپس روحانی از مردم رأی گرفتند می توانند در 1400 نیز مردم را به سمت خود متوجه سازند اما مشکل اینجاست که جامعه تغییر کرده است مشکلات ناشی از تحریم ها و سوی مدیریت ها و اتفاقات ناگوانی مانند های آبان 98 و ماجرای هواپیمای اوکراینی اعتمالی سنگینی را بر جامعه حاکم کرده است که نتیجه آن به روشنی در انتخابات سال گذشته مجلس دیده شد مشکل امروز مردم دیگر نه آزادی های اجتماعی است که کسی بخواهد با صحبت از آنها دل مردم را به دست آورد نه یارانه است که وعده یارانه با مبلغ بیشتر آنها را بفریبد و نه حتی حصر محصورین که کسی بیاید و بگوید من هست را برمیدارم و مردم را به سمت خود بکشاند حضور کاندیدای زن هم چارهساز نیست مشکل مردم باور و اعتمادشان است اکنون جامعه به سختی میتواند حرف کسی را باور کند حتی دشوار است که افراد و احزابی بتوانند آنها را با وعد و وعید به پای صندوقها بکشانند چه رسد به جلب اعتمادشان برای رأی دادن به فرد خاصی اگرچه هستند طیفهایی که از نیامدن مردم به پای صندوقها بیشتر سود میبرند و اتفاقا امیدشان همین است که با نیامدن اکثریت مردم برای رأی دادن بتوانند با تکیه بر رأی اقلیت ثابت خود کاندیدایشان را به پاستور بفرستند و هدفشان نه جلب نظر مردم که قبضه قدرت اجرایی کشور است اما و هزار اما که نیامدن مردم به پای صندوقهای رأی در شرایط شکننده اقتصادی و سیاسی امروز به ویژه اگر مسئله برجام با آمریکا حل نشود میتواند اساس امنیت جمهوری اسلامی را خدشهدار کرده و دولت آینده را در مواجهه با مشکلات کمرشکن کاملا ناتوان سازد بنابراین فعالان سیاسی باید قبل از دعوا بر سر انتخابات کاندیدا به این بیاندیشند که چگونه میتوان مردم را متقاعد به رأی دادن کرد کاری که بعید از بدین سادگی قابل انجام باشد دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار